همتون عزیز، عرض سلام خدمت آقای برنامه کروبی سوال و و جواب از آقای کهروبی تمام دوستانی که تو روم تشریف اتاق دارن. بیلوکس. من از خدمت آقای کروبی 4 تا سوال داشتم. یکی از سوالام این هستش که من احساس میکنم که همبستگی علمای قم با جنبش سبز مثل اونجوری که باید باشه نیست. یه سوال دوم از خدمت آقای کروبی این هستش که مثل تحریم تنباکویی که زمانهای قدیم شده تو به اصطلاح اتقال حالا علمای قوم یا حتی خودتون میتونین کالاهای سپاهی که عملا با پول مردم از دستشون دارن میگیرن و تمام اقتصاد رو زیر دست خودشون دارن میگیرن و مردم دارن فشار دارن میارن، یه چنین حرکتی رو هم میتونه انجام بده. حالا این حالت سوال هست و نظر خواهی. سوال سوم هم این هستش که شما به قانون اساسی با سیستم ولایت مطلقه فقیه که یعنی تمام قدرت حتی توان دست یک نفر فقط بخواد باشه و هر نظری بخواد بده نظر الهی محسوب بخواد بشه و زیر اون نظر نشه زد اعتقاد داریم، و یا اینکه قانونی که قدرت دست احزاب باشه. سوال آخر من این هستش که اگر مردم به سال مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی رو با این فرمتی که الان هست اصلا تمایل نداشته باشن، نظر شما چی هست؟ ممکن اصلا مردم این حکومت جمهوری اسلامی اصلا به این صورت نخواد. نظر شما من ممنون میشم بدون. ببینید برادر من و عزیز من، من یکی یکی اینا رو جواب بشم. یکی اولی چیز ببینید، علما فرمودید همکاری نمی کنن. چرا؟ من خدمت شما عرض کنم، ممکنه اونطوری که من شما بپسندیم نباشن، اما همدردی میکنن به شما که عرض کنم ابراز محبت کردن در رابطه با زندانیا، در رابطه با همین حرکت هایی که شده اظهار تنفر کردن، برخورد کردن و بودن تو جریانات، و از علمای قم انتظار بیشزی به نظر من الان شما نداشته باشید. اونا شرایط سخت و دشواری هم دارن. خب واقعا اصلا من حالا یه عنصر کوچک این نظام مسئول دوره های رئیس قوه، اما هر کجا میریم مثلا چند نفر جمع میشن اهانت میکنن، توهین میکنن. اونا که حالا یه مرجعی که نمیتونه حالا بخواد بیاد درسش یا بخواد نماز جماعتش بخونه بهش اهانت کنن، دیگه از اونا باید ما توقع بیش از این که همدردی بکنن نداشته باشیم. این نکته اول. مسئله دوم، تحریم تنباکو خودش داستانی دیگه داره، خودتون به خوبی میدونید که ما رو وارد اون بحث نمیخواد بشیم. حکومت حکومتیست، مال همه بود، انحراف های به وجود آمده، ما باید تلاش کنیم که برگرده به همون مسیری که خدمتتون عرض میکنیم. اما فرمودید که مردم یا حکومتی رو نخواد. من عقیده اینه، نه مردم چون مسلمانن حکومت رو میخواد، دین رو میخواد، روحانیت میخواد. ممکنه من بد عمل کردم من نخواد، این هیچ اشکال نداره. یا یکی از بزرگان امام مثلا گفته بودن که مثلا شما رو اینا روحانیان قبول ندارن، یا جمعی قطعه قبول دارن، قطعه شما رو قبول ندارن. امام قطعه قالب منم قبول نداشتن، اما اصل روحانیت قبول دارن، چون که لازمه همه من قبول داشتن. من میخوام بگم مردم اصلا قبول دارن میخواد. حالا بر فرضی که شما میگید که نخواد، خب اگر نخواد یه حکومت مردم نخواد خود به خود میپاشه، اما ما عقیدمون نیست. ما عقیدمون اینه بد عمل کردن ها این وضع وجود آورده، تحکم ها به شما ترس کنم، حرکت هایی که بخوان مردم تحقیر کنن اوزار ایجور به وجود آورده، بهانه دادن به رأی مردم این وضع به وجود آورده. نه، اگر چنانچه با مردم اونی که خواسته شونه را بیان اتراحت، مردم ما مردم وفاداری هستن، مومنن. الان مثلا همین سپاه رو میگیم، میگیم سپاه اینجور حرکات شد. شما خلق کنید همه سپاه هستن، سپاه او خدا میدونه تعدادش چقدره، من چون رقم ندارم نمیگم 200,000 100,000، اما 4,000 5,000 ممکنه هستن که این بطامه استفاده میکنن و این کارا رو میکنن. حالا سپاه همون سپاهیست که اون بدافاری کرده، حالا الان مجموعه اینجور شده افتاده توی معاملات کردن مورد اعتراضه، و تلاش ها باید هایی باشه که اینا اصلاح بشه. ولی یا حکومت مردم یه روزی نخواد با هیچی، هر حکومتی نخواد
خود به خود حکومت میپاشه اگه مردم نخواهی که در نباز مطلقه بودنش این حالا بذارید ما یه وقتی دیگه یه بحث مبسوط و مفصلی میکنیم ولی ما معتقدیم بر اینه که ولایت فقیه میتونیم داشته باشیم و الان هم داریم و قبول هم داشته باشیم منتها همه چی متکی به آرای مردم باشه و اگه متکی همه چی به آرای مردم بود همه چی درست بشه یعنی باید کنار ولی فقیه خبرگان نیرومند و قوی هم باید داشته باشیم نه خبرگانی که مثلا حتما باید زیر نظر آقای جنتی باشه و حتی دل آقای جنتی بخواد او انجام بشه نه همه چی بخواد اما همه چی باید باشه کنارش اینا لازم و مرزوم همدیگر هستن ولی فقیه میخواییم ولایت فقیه میخواییم داریم به نظر من میخواییم اما باید انتخابات ها آزاد باشه نه اینکه یه دسته بشینن اونجا هر چی خواستن هر کس خواستن قبول کنه هر کس خواستن قبول نکنن که حالا من به موقعش شرحی قضیه رو میدم یا مجلس میخواییم مجلس هم لازمه اما نه مجلسی که 3000 نفر رد کنن و باطل کنن انتخابات داره یا رئیس جمهور بفرما نه رئیس جمهوری که برن جلو جلو و خلاصه صندوق براش پر کنن از قبل طرفدارا بگن 24 میلیون رای فردا میبینید حالا 500 تا هم اضافه شد 600 تا دیگه اون حسابش شده از خواهد باز توی تکس هایی که مردم سوال کردن راجع به دروغ پردازی های آقای جنتی و علم خدا چه رحمی دارید؟ حالا راجع به علم خدا من عرضی ندارم ولی آقای جنتی باز از این وسیله استفاده میکنم که آقای دکتری وسیله رو در اختیار ما قرار داد واقعش امشان ما رو دعوت به افطاری کرد از این قضایی ها ما اصلا هیچ بچه ها خبر نداشتیم اما حالا میگم دکتر ارده ما اینجا و در خدمت شما اصلا برای ما توفیق و اینا اما حالا ما باز اینجا از آقای جنتی میگیم خواهش میکنیم از شما استدعا از شما میکنیم شما این سندی که فرمودید این سند بدید بیارن ببینیم این پولا کجاست این دلارا کجاست به وسیله کی آمده حالا به شما عرض کنم آقای جنتی است یا غیر مسئولانه متاسفانه حرف میزنه همینطور و میدونید اوضاع چگونه خدا اگر اصلاح سندی که دوست فهم ما میرسه دیگه حالا اگر ببینیم چی میشه اینا حالا برجت ما از آقای جنتی جدا بعد از این شوخی و به شما که عرض کنم تحسگویی خواهش میکنیم این سند داره من از مراجع خواستم بازم از این فرصت استفاده میکنم از مراجع عزیز تقلید تقاضا میکنم استدعا میکنم و باز ما یه نامه خصوصی دیگه بهش پخش کنم به زودی برای مراجع مینویسم که خواهش میکنم و 5-6 سطر بیشتر نه 7-8 سطر میسم خواهش از شما میکنم ایشون رو بخواید بگید خواهی سند بده ما هم ببینیم یا مراجع که محرم هم یکیشون سند بگیره بگن آقا این سنده دیدی این شما به هر حال همیشه در کار خدمات خانواده شهدا اینها بودید یک خانواده زندانی تو تکست داده بودن که چرا از خانواده نیرومندی زندانی حمایت نکردید من خدمتتون عرض کنم شما ظاهرا نشناختید بجا نیومد نیروی ما داشتن نمیدونم کدومه ما زندانی ها رو همیشه عادت و مول وظیفه بودن بود اینم تازگی نداره ماجرای ملی مذهبی ها پیش آمد ماجرای حتی شهرداری ها دوران 13 سال پیش پیش آمد همیشه من دنبال کار زندانی ها در هر جایگاهی بودم یا نبودم چه مسئول بودم چه نبودم مجلس ششم هم بودم میدونم در دفتر برور همه باز بود و مرتب اونجا رفت آمد میکردن که حتی بعضی روزنامه هم علیه من نوشتن این رئیس مجلس کاری نداره که میشینه با خانواده زندانی نقدر 2 ساعت صحبت میکنه من منظورم اینه که من بودم و در خدمت شما بودم حتما همه رم ممکنه اطلاع ندارم حتی بعضی شهرستان ها تلفنی با خانوادهشون صحبت کردم یه مینوی ما داشتیم قبلا با خودمون دامان شاه زندان بود نمیدونم او براش مسئله پیش آمده مینوی دیگه بوده نمیدونم کدومه اگر یه خوردی عنایت کنه ریز بیشتری شماره تلفنی چیزی بده که ما بتونیم منتقل باشیم خیلی خوبه ما صحبت میکنیم ما حتی دیروز و امروز هم با خوب هم با محلات هم با یه جدی حتی بعضی همینه که بچه زندانی داشتن و از اینا هم بودن که تو انتخابات بودن چه طرفدار ما بودن چه نبودن ما جدا شدیم تلفن کردیم به مادرشون به خانماشون ازشون جدا شدیم دوستان عزیز با توجه به اینکه فرصت رو کردیم 10 دقیقه هم گذشت
من از حاجه ها میخوام آخرین قیامشون رو بفرمایند، به خصوص من از حاجه ها میخوام راجع به روز قدس اگه توصیه دارم بفرمایند و خداحافظی کنیم با حاجه ها. بعد انشاءالله بعد از یک نیم ساعت بعد خدمت مهمان عزیز برمیم.